یه مورد مهم میشه توی خودروهایی که گیر دست دارن وجود داره تعویز دنده اوناست ببینید تعویز دنده از لحاظ ظاهری یه کار ساده و آسون به نظر میرسه ولی اصلا اینطور نیست ببینید اگه تو زمان تعویز دنده ها یه سری نکات رو رایت نکنیم باعث خرابی و فرسودگی زود هنگام سیستم کلاس خود گیر و قطعاتی که مربوط به سیستم انتقال هستند توی خودرومون میشه فرزن اگه بخوایم از یه دنده سنگین به دنده سبکتر بریم اگه زمان تعویز دنده دور موتورم بالا باشه به دلیل عدم همخانی سرعت ترخا و دور موتور انگام درجی شدن کلاس به خودرو ضربه وارد میشه این اتفاق سایدگی خفیف صفحه کلاس رو به دنبال داره و در بلند مدت هم میتونه عمر این قطار رو کاهش بده در حالت برعکسم یعنی اه، تعویز دنده از دنده سبک به سنگین این مسئله دوباره صدق میکنه در صورتی که دنده انتخابی با دور موتور و سرعت خود رو هماهنگی نداشته باشه فشار زیادی به سیستم انتقال قدرت وارد میشه و حتی ممکنه توی موارد شدیدتر هم ترخا گفت بشن و خودرو از تادول خارج بشه یه سری از افراد هم هستن که با دند دو شروع به حرکت میکنن که این کار اصلا توصیه نمیشه که در صورت استفاده از دند دو در زمان حرکت باعث استحلاک زود هنگام کلاز و قطعات مختلفی که مربوط به سیستم انتقال هستن میشه اگه بخوام به طور کلی بگم وقتی ما یه دنده رو میخوایم تعویض کنیم باید بینه سرعت خودرو دور موتور و دنده انتخاب شده تناسب وجود داشته باشه اگه یکی از این سه تا فاکتوری که بهش اشاره کردم زمان تعویض دنده رعایت نشه نوعی در واقع داهمانجی بین اینا ایجاد میشه که باعث فشار زیاد به سیستم انتقال قدرت و حتی خود موتور میشه همونطورم هم که اول ویدیو اشاره کردم تعویز دنده از لحاظ ظاهری خیلی ساده و راحت به نظر میرسه که اینجا یه مسئله که مطرح میشه اهمیت تکنیک تعویز دنده مناسبه برای اینکه ما بتونیم به این تکنیک تعویز دنده مناسب دست پیدا کنیم باید چند تا فاکتور رو در واقع در نظر بگیریم اول اینه که توی دفترچه هر خودرویی در واقع یه محدوده سرعتی رو برای هر خودروی تعیین کردن که با اون دنده شما باید اون سرعت رو برید اگه بیشتر از اون میزان سرعت شما حرکت کنید باعث فشار بیشتر و جیربشت و صفحه کلاس میشه ثانیا هماهنگی عملکرد کلاس با حرکت اهرام دنده برای انظام تعویز نرم دنده ضروریه کنترل مناسب کلاس در یک پارس بین موتور و گیربشت رو تضمین میکنه و سایدگی دنده یا لغزش کلاس رو به حداقل میرسونه تعویز دنده تو زمان مناسب و وقتی که دور موتور با سرعت مطابقت داره از فشار غیر ضروری به گیر و سیستم انتقال قدرت در واقع جلوگیری میکنه پس اگه بخوام به زبون ساده براتون بگم وقتی دنده رو تعویز کنید که دور موتور با سرعت و دنده انتخابی مطابقت داشته باشه یکی دیگه از اون زنبه های کلیدی تعویز دنده مناسب حفظ سطح و کیفیت مناسب روغن گیرباشت بررسی و تعویز به موقع روغن باعث بهبود عملکرد کلی گیربوس میشه باعث میشه خود گیربوس توی دمای نرمالی کار کنه و اون دما بیش از حد بالا نره و تعویز دنده ها خیلی روانتر در واقع توی خود روی ما انجام میشه که من در مورد زمان تعویز روغن گیربوس توی گیربوس های دستی و گیربوس های اتوماتیک یه ویدیو ساختم لینکش رو این بالا میذارم توضیحات بسیار خوبی رو در رابطه با تعویز روغن چیز بویس من اونجا ارائه دادم حتما توصیه میکنم اون ویدیو رو ببینید یه مورد مهم دیگه ای هم که هست سیستم کلازه که در صورت ناهماهنگی بین سرعت خود رو و بالا بردن زیاد دور موتور در دنده نامناسب باعث خرابی زود دیسک و صفحه کلاز میشه که اینم یکی از اون موارد مهمیه که ما باید زمان تعویز دنده بهش در واقع توجه کنیم و اهمیت این موضوع رو نشون میده که در مورد این مسئله هم من قبلا یه ویدیو ساختم لینکش رو این بالا میذارم توصیه میکنم قبل خداحافظی این ویدیو رو ببینید ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید اگه هر نظری در رابطه با این موضوع دارید میتونید توی بخش کامنتها برام بنویسید منتظر ویدیوهای بعد از کانال من باشید فعلا تا بعد